Салом бинандагони азизу арҷуманд. Ба диққати шумо нашр навбати барномаи иттилоотии кидинали Ахбори вазорати корҳои дохилӣ аст, тақдим аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Морухсор Таваллозода. Мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати барнома. Гумонбароне, ки барои роҳзани сабукрави кироякашро аз они худ карда буданд, боздошт шуданд. Ахмед така билим шуданд. Хо? И телефонош кити пулош гирифт. Бабо, амаш гуфтам, ҷо оварам. Мен хеле якмиш телефон гуфтам, ки бирай ҷо, ки ҳозир чара мекишояд. Дуздии маблағ аз терминалҳои пардохтӣ. Сай хеле сай экран аст. Бая хелеш ки қулф дошт, мақсад соз хуй намеше, ба манзилоқа қадиш мекардам дар шуд. این و دیگر خبر و گزارش‌ها در نشر نوبتی برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی. از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دو در ناحیه رودکی دو نفر گمانبران جنایت راهزنی که یکی ساکن ناحیه رودکی دیگر ساکن ناحیه ونج میباشند بازداشت گردیدند. دستگیر شدگان با مقصد به دست آوردن وسیله نقلیات و مبلغ مفت یک نفر راننده کیروکش را از پایتخت کرایه کرده به حدود ناحیه رودکی به جای خلوت برده او را لاتوکوب نمودند و وسیله نقلیات تلفن موبیلی و مبلغهایش را تصرف نمودند شرح بیشتر این جنایت در گزارش احسان عبداللهزاده شب 14 به 15 ایولی سالی روان به شعبه وزارت کارهای داخلی دو در ناحیه رودکی شهروند عمر شریف‌قلی مومین‌زاده، سال تولدش 1992، ساکن محله خاوران ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه، با عریضه در آن خصوص مراجعه نمود که شخصان نامعلوم او را لاتوکوب نموده، با استفاده از زورآوری برای حیات و سلامتی خوفناک، واسطه نقلیاتی به او تعلق داشته، تمغه خوانده سالیارس، تلفن موبیلی و یک مقدار مبلغ‌های او را تصرف نمودند. خودی همان لحظه از حساب کارمندان شعبه مذکور گروه اپراتیوی سازمان داده شده برای آشکار و دستگیر نمودن گمانبران جنایت راهزنی سفربر گردیدند. از نظرگذرانی جای حادثه پرسش های اپراتیوی و مخزنک براه ماندن فعالیت اپراتیوی جستجویی به کارمندان میلیسیا امکان داد که در حال حتی ساعتی نگذشته گمانبران جنایت راهزنی را دستگیر نمایند. این همان واسطه نقلیاتی است که دو نفر گمانبر جنایت راهزنی راننده آن را مورد لاتوکوب قرار داده واسطه نقلیات را از آن خود نمودند. خوشبختانه درک بلند مسئولیت و درست براه ماندن متدهای خدمتی و کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دو در ناحیه رودکی امکان داد که جنایت مذکور در گرم و گرمی آشکار و گمانبران دستگیر کرده شوند. همچون گمانبر در جنایت راهزنی شهروندان گادویف جمشید محیدینویچ سال تولدش 1963 زاده ناحیه رودکی و وزیر افشارت کورچویچ سال تولدش 1975 استخدام کننده ناحیه ونج که قبلا محبسی گردیده و در عالم جنایت تجربه خاص دارد دستگیر گردیدند. از نشاندادی گمانبران برمی آید که جنایت مذکور با مسئلیت پیشکی و بعد استعمال مشروبات سپیرتی صادر گردیده است. گمانبران در نزد فروشگاه ایساد برگ وسته نقلیات کراکشی تمغه خونده سالیار است. رقم قیدی دولتیش 2224 TT05 که در شرکتی سامان تاکسی فعالیت میکند کرایه نموده به جماعت دیهاتی راحتی ناحیه رودکی رهسپار میگردند. هنگام رسیدن به دهه تپه سمرخندی جماعت دیهاتی راحتی یکی از پس راننده را بوغی نموده دیگر مرزی لاتوکوب قرار میدهد. نحنی تقیه بیدیم شد؟ خو؟ این تلفانوش کتی پلوش گریفت؟ بابا همش گفتم جا اوارم نم خیلی حکمش تلفان گفتم که برای جا که حضور چرا میکشوید فرام بدم؟ نگو کردم شفیر گریخ رفسنی او پارا کم کردم زوادی چش کردم شد؟ طرف زفراف کردم از زفراف گشت را گشتم اومدم دیگه نه وایرا دیدم نه به همین واسطه دستگیر شدگان یک عدد تلفن موبیلی جبریده تمغه ردمی 5 ارزشش 1500 سومانی 250 سومانی مبلغ پولی نقد و واسطه نقلیات را تصرف نموده از جای حادثه فرار می نمایند. من می ندارم که از کرونا ملیسا ماشین من رو به ضرر به دست دادن و دینتگاه را دستگیر کردن. فعلا نوید حادثه مذکور در شعبه وزارت کارهای داخلی دو در ناحیه رودکی پرونده جنایتی آغاز گردیده در پیش بردی تفتیشات قرار دارد. کارمندان ریاست کفتگاه جنایتی وزارت کارهای داخلی با کارکرد و چرابین های اپراتیوی خود توانستند فعالیت جنایتی یک نفر پیش سوچوده را با همسلکش آشکار سازند که آنها در دزدی مبلغ ها از ترمینال های مبلغ گذرانی با مقدار مخصوصا زیاد گمانبر دانسته می شوند.
گرچند برای جوانان امروز شرایط خوب و مساعد برای آموختن علم و دانش از جانب رهبریت دولت فراهم آورده شده، جهت صاحب کسب گردن آنها توجه خاصه ظاهر می‌گردد، ولی متاسفانه برخی از این قشر جامعه پیدا می‌گردند که جای آموختن دانش و معرفت و یگان کسب با کردارهای خلاف قانون دست می‌زنند. احمد سلیمان سال تولدش 2002 استخدامت کننده دهه چهارمغزک ناحیه ورزاب از جانب کارمندان ریاست کوفتکوی جنایتی وزارت کارهای داخلی برای صادر نمودن جنایت دزدی بازداشت گردید. دستگیر شده با همسلک خود عبدالعزیز زاده شمس الدین علی جان سال تولدش 2002 استخدامت کننده دهه میرزاچولی ناحیه رودکی در 34 لحظه جنایت دزدی گمانبر دانسته می شوند. بازداشت شدگان از ترمینال های مبلغ گذرانی شرکت های گوناگون از جمله شرکت جمعیت دارای مسئولیتش محدود الف سرمایه، جمعیت دارای مسئولیتش محدود پرداخت تیجی، جمعیت دارای مسئولیتش محدود پیوند و دیگر شرکت ها طریق شکستن ترمینال ها مبلغ های داخلی آنها را تصرف کردند. مبلغ هایی که دستگیر شدگان به دست آوردند از 450 سومانی تا 8200 سومانی را در بر می گرفت. مورد قید است که گمانبر شدگان این کردار های جنایتی خود را در حدود شهرهای دوشنبه، خوجند، حصار و ناحیه های شهر رینا و رودکی صادر نمودند. داخل ترمینال شب با وسیله قوای جسمانی مقصد با دستون خوی میکردم. شاید خیلی شاید اکران است. باید خیلی شکل قلوف داشت. مقصد خوی سوز خوی نمیشه. با منزیر افقه قدش میکردم دارسه. کمکه قد میکردم شه. با دالشی بو با قوای جسمانی کار میکردم. طبق نشان داد این چپ دستان مبلغ های برای جنایت با دست آورده شان را آنها در نقطه های بوکمکری و مرکز های دلخوشی صرف کردند. همه مبلغ هایی که ما از بایم همه 31 بانک همه که در روز چهار دوشنبه زدگیم پلی اوائی همه بردم در اداره بوکمری ادین اکس بی پریمچ فرمولا همه دا مصرف میکردم شما بای میدودم اقصه اوید این حادثه کارهای تفتیشاتی ایدومه دارد. یک نفر ساکنی 21 ساله ناحیه قوبادیان است برای صادر نمودن جنایت دزدی بازداشت گردید. بازداشت شده از نقطه های داروفروشی و مغازه های ساکنان مبلغ های جبردیدگان را تصرف کرده است. افاق قادریان از ولایت ختلان در این خصوص گزارش می‌دهد. چند نفر ساکنان ناحیه قبادیان به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه مذکور با عریضه مراجعه نمودند که مغازه‌ها و داروخانه‌هایشان هدف دزدان قرار گرفته است. هنگامی گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیو جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، یک نفر ساکن ناحیه سعید بیکف زین الدین سال تولدش 1999 با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر گردید. ضمن پرسش گمانبر شده معلوم شد سعید بیکف در حدود ناحیه طریق شکستن قفل دری تریزه و درآمدگاه های بناهای داروخانه ها و مغازه ها وارد گریده از آنجا مبلغ های پولی را تصرف می نماید و به صاحبان آن ضرر مالیوی می رساند. چنین یک حالت شب دویم به 3 ایولی سال روان به وقوع پیوسته است. با شکستن قفل دری درآمدگاه بناهای داروخانه ای و صاحبکار قربانوف بهادور که در مرکز ناحیه قرار دارد وارد گردیده از آنجا با راه پنهانی مبلغ 17000 سومانی را تصرف نموده از جای حادثه غیب میزند که با این کردارش و جبر دیده ضرر کلانی مادی رسانیده است. خوشبختانه از جانب کارمندان میلیسیا این نفر جنایت پیشه دستگیر کرده شد. بازداشت شده در 5 حالت جنایت دزدی گمانبر دانسته می شود. من ناحیه خودمون آمدم، دیدم که با من هیچ کس اهمیت نمیدهد. چهار اپتیکر رو از درون یادش 17000 سومانی گرفتم، از یک مغازه دیگر 100 سومانی دزدی کردم. در شعبچه تفتیش شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه قبادیان نسبت شهروند سعیدبکوف زینی نسلینویچ با ماده 144 قسم 3 بندی ای کد جنایت جمهوری تاجیکستان پرونده جنایت آغاز گرده تفتیش پیشکی ادامه دارد. مقصد از تهیه و پیشنهاد تماشابینان گرداندن گزارش ها آید صدمه های نقشه نقلیاتی از آن عبارت است که رانندگان از این نوارها عبرت گرفته قایده حرکت در راه را رعایت نمایند. در این قسمت برنامه آید دو صدمه نقشه نقلیاتی گزارش آمده نمودیم که متاسفانه از بی‌اهمیتی و خنوق نظری رانندگان و عمل آمده است. راننده واسه نقلیات تمغه اوپل وکترا رقم قید دولتی تیجی سی 26 تیت 02 جلالوف جرابای جمعبایویچ استقامت کننده شهرکی سردریای شهر گلستان هنگامی حرکت درای نقلیاتگرد محله بافنده شهر خوجند از سبب بلند نمودن سرعت حرکت واسه نقلیات از معیار معین کرده شده به خطر حرکت درای را تامین کرده نتوانسته و موتورولر سه چرخی بردار تحت اداره راننده عثمانوف معروف خواجه عمرویچ استقامت کننده جماعت اونجی نوحی باباجان غفوروف برخورده است. در نتیجه راننده موتورولر سه چرخی بردار عثمانوف معروف خواجه جراحت وزن جسمانی برداشته
در جای حادثه به هلاکت رسیدند. مسافران واسطه نقلیات مذکور که هر دو اسقامت کنندگان ناحیه بابوجان غفورف میباشند، جراحات های گوناگون جسمانی برداشته به بیمارخانه مرکزی شهر خوجند دسترس کرده شدند. راننده واسطه نقلیات تمغه BMW رقم قید دولتی TG303 عثمانوف مومنجان محکمجانویچ، استقامت کننده جماعت دهات یووی نوهی بابوجان غفوروف، هنگام حرکت در روی نقلیاتگرد خوجان غفوروف در حدود جماعت دهات یووی نوهی مذکور، از سبب بلند نمودن سرعت حرکت واسطه نقلیات از معیار معین کرده شده به خطری حرکت در راه را تامین کرده نتوانسته، سر اول به واسطه نقلیات تمغه مرسدس بنز در کنار راست راه میستاد برخورده، بعدن حرکتش را دوام داده به واسطه نقلیات تمغه مرسدس بنز در کنار راست راه میستاد برخورده، باز حرکتش را دوام داده به واسطه نقلیات تمغه دیوماتیس در کنار راه میستاد برخورده است. در نتیجه خود راننده واسطه نقلیات تمغه BMW عثمانوف مومنجان و مسافران او جراحات های جسمانی برداشته و بیمارخانه مرکزی رقم 1 شهر خوجند بستری گردیدند. کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان ضمن خدمتبری یکچند دلایل های قانونشکنی رانندگان واسطه های نقلیات را آشکار نمودند. همکسبانمان از شهر خروق وابسته به اطاعت نکردن رانندگان به ناظران راه گزارش آماده کرده است. راننده سیدوریسوف داوود سالی تولدش 1998 ساکن ناحیه شغنان دهه رحمان آباد، راننده واسطه نقلیات تمغه اوپل استرا رقم قید دولتیش TG39AA04 هنگام حرکت از سمت ناحیه شغنان به سمت شهر خروق در دیدبانگاه دائم عمل کننده بازرسی دولتی اتومبیلی در دهه بدورد ضمن من کردن و سنجش به ناظران را اطاعت نکرده حرکت واسطه نقلیات شخصی خود را دوام داده به سمت شهر خروق حرکت نبود است. راننده سیدوریسوف داوود با افتماشین شخصی خود از جانب کارمندان بازرسی دولتی در دیدبانگاه سیاروهای مرکز شهر خروق بازداشت شده، بنابر رفتار دغلانه و اطاعت نکردن به فعالیت ناظران راه نسبتشان پروتکل حقوق ویران کنی ماموری با علامت ماده 329 قسم 1 ترتیب داده شده. من راننده اتومبیل اوپل آسترا قم دولتیش 39CAA04 وقت از نوعی شغنان و شهر خروق پوست سبچون و کارمندان بازرسی اتومبیلی دولتی دیدبانگاه من نکردم، قطعا من کور خطو کردم. رانندگان میگم که خیلی کور نکنه، اما وقت بازرسی اتومبیلی اطاعت کنه. از این رو ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت مختار کوهستان بدخشان از والدان و اهل جامعه طلب می نماید که در تربیه نسل نورس و جوان بی‌طرفی ظاهر نکرده، در همکاری با مقامات کارهای داخلی بهره بلند برداشتن معرفت حقوقی جوانان سهم ارزشمند خود را گذارند. کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت ختلان با مقصد پیشگیری نمودن صادرشوی حادثه های راه و نقلیات، آشکارسازی قاعده ویران کنی های دغلانه حرکت در راه که اکثر وقت به صدمه می انجامد، منتظم چاره بینی های مقصدناک گذرانده، ضمن چنین یک سنجش در ناحیه یاوان معین کرده شد. قربانوف محمد رجب ساکن همین ناحیه، راننده اتوماشین تمغه اوپل استرا رقم دولتی اش 8109MO03 در واسطه نقلیات خود اسباب های روشنی دهنده گوناگون رنگ نصب نموده ضد قاعده عمل کرده است. برای این کردار نسبت راننده با ماده 316 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شد. ادریس فضل‌دین راننده اتوماشین تمغه مرسدس بنز رقم دولتی اش 5983 و اورازوف رمضان راننده اتوماشین تمغه مرسدس بنز رقم دولتی اش 5976 VN03 هر دو در وقت مقرر شده واسطه نقلیاتشان را از معاینه تکنیکی نگذراندند. مخمنوف نسیم ساکن دهه قینری ناحیه یاوان واسطه نقلیات تمغه اوپل استرا رقم دولتی اش 6205 VK03 را در حالت مستی اداره میکرد که هنگام گذراندن رید مشترک از طرف کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت ختلان دستگیر و نسبت او با ماده 332 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شد. خالقوف قابل ساکن ناحیه یاوان واسطه نقلیات تمغه زیل 130 رقم دولتی 7769AM07 و زیایف اویبک راننده اتوماشین بورکش پورتر واسطه های نقلیات خود را به حجت رانندگی اداره می نمودند.
و آنها در اساس ماده 336 قسم 1 کدکس خبرنگاری ماموری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده شدند. همزمان سنجش در راههای نقلیاتگردی ناحیه دنگره هم یک قطار خبرنگاری ها را آشکار نمود. میرزای فکیم شاه ساکن ناحیه بالاذکر از جمله آن رانندگان است که واسطه نقلیات تمغه لکسوس رقم دولتی اش 0700 RK07 را به حجت رانندگی اداره میکرد. از طرف کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان آشکار و به جوابگری کشیده شده نقلیات او را در جریمگاه بازداشت نمودند. راننده دیگر شریف و قبیل جان واسطه نقلیات وز 21014 را با رقم ترانزیتی 8762 به اجازت نامه 36 اداره میکرد که نسبت او با ماده 330 قسم 2 کدکس خبرنگاری ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده واسطه نقلیات نامبرده را به جریمگاه دسترس کردند. بینندگان عزیز، در پایان نمایش به شما خوشروزی و سربلندی و سعادت روزگار رو تمنا نموده، خواهان ثبات و آرامی و تنجی و آسایشگی در کشور هستیم. خیر تا برنامه های دیگر، خانواده خوشروز بمانید.